ممنونم ازتون. خواهش میکنم. آقای دکتر، در آغاز برنامه یک بینندهی یک ایمیل فرستادم، بخونم؟ مهمون خیر صاحبونه از خور با شما هر کاری میکنم. آقای دکتر عزیز، نوشتن با درود پیرو بحث دو هفته پیش با آقای دکتر میلانی که آیت الله خمینی اگر به فرانسه نمی رفت به کجا می رفت، دکتر باهری وزیر دربار، ایشون وزیر دربار نبود مثل این که وقتی می خواستند او را بگیرند از تهران فرار کرد و در منزل کسی پناه گرفته بود. روز 22 بهمن گفت که یکی از اشتباهات شاه این بود که خمینی از فرانسه میخواست به لیبی نزد قذافی برود، ولی شاه از ترس به ژیسکار دستان رئیس جمهوری فرانسه تلگراف کرد که خمینی را در فرانسه نگه دارد و پذیرایی کند و نگذارد به لیبی برود. عقیده دکتر باهری این بود که این یکی از اشتباهات بزرگ شاه بود، زیرا فرانسه مرکز خبرگزاری دنیا بود و یکی از عوامل پیشرفت خمینی بودن او در فرانسه بود، وگرنه اگر به لیبی میرفت معلوم نبود چه بشود، شاید به سرنوشت امام موسی صدر گرفتار میشد به بهانی. جواب داره آقای دکتر؟ من فکر میکنم اولا در اون زمان همونطور که شما فرمودید آقای دکتر باهری وزیر دربار نبودن، ولی به هر حال آدم بسیار مطلعی بود در مورد سیاست ایران. اینم که آقای ژیسکار دستان مثلا موضعش در مورد آیت الله خمینی چی بود و اصولا غربی ها در اون مقطع چه نظری داشتن، اینا بسته به اینه که شما در چه زمانی دارید صحبت میکنید. اگه مثلا زمان این احتمال رفتن، مثلش رو عرض میکنم، به گمان این دوست ما ژانویه است، در ژانویه دیگه غربی ها تصمیمشون رو گرفته بودن، قبل از اینکه به گوادلوپ برن تصمیمشون رو گرفته بودن و آیت الله خمینی از طریق آقای یزدی و از طریق نمایندگانشون در تهران از یه ماه قبل از اون داشتن با آمریکایی‌ها برای انتقال قدرت مذاکره می‌کردن، یعنی به آمریکایی‌ها از نوامبر تقریبا به این نتیجه رسیدن، انگلیس‌ها تقریبا از اکتبر، یعنی مال انگلیس‌ها رو به دقت روز میشه تعیین کرد، روزی که نخست وزیر به وزیر امور خارجه می‌نویسه که MI6 به ما گفته که شاه دیگه در ایران نمیتونه بمونه و همون حدودا مارانش میاد، کنت مارانش میاد، شاه رو میبینه، برمیگرده به ژیسکار دستان میگه که شاه رویش رو از دست داده، تمام مدت با عینک سیاه در یه جلسه‌ای که داشت. آیدی که فرمونین اورانج؟ مارانش، کنت مارانش، رئیس ضد اطلاعات فرانسه. فرانسه با شاه هم خیلی دوست بود. با شاه خیلی دوست بود، از مدت‌ها پیش با شاه رابطه داشت، به ایران مرتب می آمد، وقتی شاه در سوئیس بود مرتب می رفت شاه رو در اونجا می دید و از طرفداران شاه بود. ولی او هم در اواخر 1978 به این نتیجه می رسه و اتفاقا دوباره همون ظاهرن مارانش هست، کانتو مارانش هست، یکی از کسانی است که میره به پادشاه مراکش میگه که شاه رو از مراکش بیرون کنیم، برای اینکه ما خبر داریم که نیروهای اسلامی دارن اینجا بسیج میکنن برای حضور شاه در مراکش. یعنی اگر اون زمان دقیقش رو آدم میدونست که کی مراد آقای دکتر باهری بوده از اون صحبت، وقت میشد با اسناد. الان هم خیلی اسناد بیشتر و بیشتر داره در میاد، بعضیاش در اومده، میشه تعیین کرد که کی داشت به کی چی میگفت و از دیگه احتیاجی به این که تاریخ رو افواهی ما در موردش قضاوت بکنیم به گمان من نیست. یه وقتی این اسناد نبود، خب بایستی به حدس و گمان اکتفا میکردیم یا به مثلا خاطرات این افراد. بعضی از این افراد خب خاطراتی به جا نگذاشتن، از جمله آقای آموزگار که
فوت کرد متاسفانه، بدون اینکه به نظرم چیزی از خودش به جا بگذاره. امیدوارم اشتباه میکنم، امیدوارم خاطراتی نوشته باشه و گفته باشه که در آینده چاپ بشه. ولی خب یه سری آدمایی هم که اطلاعات دقیق داشتن یا خیلی به اجمال گفتن یا اصلا چیزی نگفتن، و ولی خوشبختانه اسناد داره در میاد. من فکر کنم هر روز شناخت ما از جزئیات هم مذاکرات آیت الله خمینی با آمریکایی ها با فرانسوی ها و اجزاء اون توافق های ضمنی و صریحی که شده داره بیشتر و بیشتر روشن میشه، و اینکه اون وقت چقدر شاه اصلا امکان مانور داشت. شاه در مثلا اوائل 1978 به نظر من امکان مانورش خیلی بیشتر بود تا اواخر 78، که هم خودش روحیش رو بیشتر باخته بود، هم اپوزیسیون تقویت شده بود، هم آمریکایی‌ها شروع کرده بودن و فرانسوی‌ها، و هم بیماری شدت گرفته بود بله. و این تصمیم که بیماری رو هم به مردم ایران نگه دیگه، اونم واقعا تصمیم بسیار بسیار مهمی است. یعنی به نظر من واقعا قابل تعمله که اگر بیماریش اعلام میکرد ممکن بود احساسات مردم ایران دگرگون بشه. به نظر میاد که ممکن این امکان وجود داشت، و بعضیا بودن، مثلا اردشیر زاهدی از جمله کسانی بود که وقتی خبردار میشه میگه که بگید. من نمیدونم دقیقا ابعاد بیماریش رو، جدی بودن میزانش رو میدونست یا نه، برای اینکه شاه خوب است همه در یه مقطعی پنهان میکرد دیگه، از طبیبا از هم پنهان میکردن، طبیبای معالج از طبیبای معالج پنهان میکردن، شهبانو هم از شاه پنهان میکرد. ببینید این که شهبانو، شاه از شهبانو اول پیدا میکرد، شاه از ملکه پنهان میکرد. یعنی یه سال و نیم دو سالی به نظر میاد که یک تفاهمی بین شاه و علم و طبیبان معالجش بود که نگن به ملکه. ملکه ای که نایب سلطنه مملکته، ملکه ای که اگه اتفاقی به شاه بیفته او باید تمام امور رو در دست بگیره، ولی اینکه در اون زمان ولیعت هنوز به سن قانونی نرسیده بود. میزان غرور کاذب اینها به خودشون، مردها، مرد سالاری، مصداقش اینه دیگه. اینا فکر میکنن خودشون میتونن حل بکنن. اون آدم خاطرات علم رو میخونه، اون نیشایی که به ملکه میزنه، اون نیشایی که به زنا میزنه، یه تجسمش اون وقت در اینه که وقتی یه چنین مسئله جدی مملکتی پیدا میشه، یه چنین بحرانی پیدا میشه، به مهمترین شخصی که باید میگفتن به ملکه است، بعدش به مردم ایران. و اگه به مردم ایران میگفتن معلوم نیست اصلا. ولی مثل این که پزشکان فرانسایی به ملکه گفته بودن در یک مقطعی، تاریخ دقیقش حداقل برای من اصلا روشن نیست. تاریخ دقیقش به یه روایتی یه سال و نیم دو سال بعد از چیزه، بعد از آغاز بیماری، یعنی به یه روایتی یه کمی حتی دیرتره. یه روایت دیگری هم تازگی ها من شنیدم که شاید از زودتر میدونستن، ولی من هنوز واقعا برام روشن نیست که کی دقیق میدونن. ولی روشن این است که در آغاز تصمیم میگیرم نگم بهشون، و بعد تصمیم میگیرم به مردم ایران نگم. خب یه پدیده خیلی مهمه. البته این رو هم میدونید، برای اینکه انصاف رو رعایت بکنیم، شاه در اون زمان درگیر یک به هر حال مقابله جدی بود با غرب سر مسئله نفت و تا حدی سر مسئله برنامه اتمی ایران. دوباره برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی 30 چند سال گفته، آمریکایی‌ها خیلی با شاه سر مسئله اتمی برنامه مسئله داشتن، امتیازهایی میخواستن، و نه شاه و نه آقای دکتر اعتماد که رئیس برنامه اتمی اون زمان بودن حاضر نبودن این امتیازها رو بدن. شاه به صراحت میگه ما کشور جهان سومی حاضر نیستیم با ایمون رفتار بکنیم، شهروند درجه دو ما نیستیم، ما همه حقوقی که امپیتی برامون قائله ما میخواییم. اینا تنش‌های جدی ایجاد کرده بین آمریکا
انگلیس، فرانسه تا حدی و شاه. به صراحت شاه به نظر میگه که در یه مقطعی میگه من نمیخواستم در مورد بیماریم صحبت بکنم، برای اینکه فکر میکردم اگر میدونستن غربی ها بیشتر به این فشار میوردن سر مسئله نفت و سر مسئله اتمی. حتی یعنی در یه مقطعی این دعواها اونقدر به گمان شاه جدیست که دستور میده که وزیر بازرگانی بره مقدار زیادی قند و شکر و گندم بخره، تمام گندم و شکری که میگه میتونید بخرید بخرید بیارید. اما ماجرایی که ایاتون باشه مهدوی رو گرفتن و معاونش رو گرفتن و گفتن اینا سر قضیه شکر دزدی کردن، مهدوی جبهه ملی، مهدوی جبهه ملی، بله. بله خب این به من گفت، شاه به من گفته که شما برید هر چی میتونید بخرید، برای اینکه ما دعوامون با اروپا و آمریکا ممکنه به یه جایی برسه که ما رو تحریم بکنن. و این میاد شروع میکنه خریدن از جمله تمام اون چیزایی که به اصطلاح تو اصطلاح غربی بهش فیوچرز میگن. یعنی شما پول میدی محصول شکر مثلا فلان کشور رو برای فلان سال میخری، برای سال آینده، امروز پول میدین. اینا پول رو میدن، بعد قیمت شکر یک کمی سقوط میکنه. آقای آقایان، الکس آقایان که ظاهرا شریک خواهر شاه بود و انحصار شکر در ایران، هواپیما سقوط کرد. نه اون همونه، اون یک کسی دیگه از اون، این الکس، این آقایان که رئیس فدراسیون اسکی بود فکر کنم یه چیزی، خیلی اصلا تمام بازار شکر روایت دست اینا بوده. اینا میرن پرونده سازی میکنن که میگن مهدوی دل دزدی کرده، قیمت نفت شکر امروز تو بازار فلان قدره، اینا به بالاتر خریدن، معلوم میشه که پول وسط رو خوردن. ایاتون باشه اصلا دفتر شاه وارد ماجرا میشه، بازرسی وارد ماجرا میشه و من از چند منبع این رو شنیدم. اون وقت اصلا هیچ کسی در ایران فیوچرز نخریده بود، اینا نمیدونستن که این در واقع یه نوع شرط بندیه، شرط بندی غلط کردن، قیمتی کمی تفاوت کرد، فکر کردن اینا لفتالیس کردن. ولی برگردیم به اصل ماجرا، شاه اون وقت واقعا گمان داشت که ممکنه تحریم بکنن ایران رو. تو اون فضا فکر میکرد اگه بگه مریضم هست، اینقدر روابطش با آمریکا بد شده بود، در یه مقطعی واضح بد شده بود، به در یه مقطعی به آمریکایی‌ها میگه ما رو تهدید نکنید، دستتون اینجوری نشون ندید، ما مشتمون رو شما نشون میدیم. واضح سر چیز اصلا سر بزن. تو اسناد هم آمده، همه این آمده، هم مقابله شاه اومده، در خیلی از چیزا جلساتی در کاخ سفید تو دوران نیکسون تشکیل میدن که شاه سر قضیه نفت کوتاه نمیاد. اگه یادتون باشه وزیر دارایی اون وقت آمریکا آقای آدم بددهنی بود، اون آدم بددهن بی تربیتی بود، مثل بعضی از مقامات امروزی ایران که فوش میدن در عرصه دیپلماتیک. اون فقط گفت شاه خله. اصلا یک ماجرایی ایجاد شد. حالا تقریبا فوشای ناموسی در برنامه های ایران دیدن، هیچ که هم تو اون پس نمیده، ولی گفت شاه خله. این باره یه بحران عجیبی شد، نیکسون مجبور شد نامه بنویسه معذرت بخواد. ولی تو جلسه هست الان، تو جلسه توی یعنی تو مینوتا هست که به کسینجر هم یه جایی نوشته، یادم نیست کجاست، تو خاطراتش یه جای دیگه است که میگه جلسه شد یه ده گفتن بریم سعی کنیم شاه رو بندازیم، برای اینکه کوتاه نمیاد سر قضیه نفت. و میگه من و نیکسون گفتیم معلوم نیست چیزی که بعدش میاد بهتر از این باشه، بی خود فکر انداختن نکنید تا فکر چیزو کرده باشید. یعنی حتی نیکسونی که دیگه از همه رؤسای جمهور به گمان من با شاه نزدیکتر بود دیگه، تنها رئیس جمهوری هم بود که در مراسم تدفینش رفت، اونا اونقدر با شاه مسئله داشتن که فکر کنن بعضی از اطرافیانش فکر کنن که باید سعی کنن شاه رو بندازن. ولی خیلی بله، تا 75 تا سر قضیه نفت و سر قضیه اتم
اختلافات شاه با آمریکا به گمان من اختلافات جدی بود. وحدت هم زیاد داشتن و فقط دعوا نداشتن، ولی اختلاف هم خیلی زیاد داشتن سر خیلی از مسائل، با هم از خرید اسلحه بگیرید تا نقش ایران در منطقه. و بعد شاه شروع میکنه کارهای خیلی جالبی کردن. ببینید 1972 فکر میکنم شاه سعی میکنه که یه جوری تضمینی پیدا بکنه علیه هواپیما ربایی در ایران. 500,000 دلار اون زمان که فکر میکنم الان به قیمت امروز شاید مثلا 50 میلیون باشه، نمیدونم، ولی 500,000 دلار 1971 دو فقره چک به یاسر عرفات میدن و توافق هم میکنن که سعی کنن اینو هم از اسرائیل پنهان نگه دارن هم از آمریکایی‌ها. من تو این اسناد آقای زاهدی که لطف کردن دادم به استنفورد، اینا همونجا هست تو اسناد، از من کپی چکم پیدا کردم و گذاشتم و نامه یاسر عرفات هم به شاه در اون زمان که اخی خیلی متشکر از این چیز در نامه اخی شده. عجب سیاست پدر مادر داره. 500,000 دلار پول یا مفت ملت ایران رو گرفته. ببخشید آقای دکتر، در همینجا یادم آمدش یه مجله فرانسوی است که افریقای جوان، یه مصاحبه کرده بودش آقای عرفات با افریقای جوان درباره روابطش با ایران، و گفته بودش که یکی از همین آخونده یه چک 70 میلیون دلاری به او داده بوده از طرف دولت زمانی که رفت تو تهران. و الان در مصاحبه میگه من به اونا گفتم من این چک رو نمیخوام، من تمام ایران میخوام. این عرفات گفته بوده، این عین جملهش من یادمه به خوبی. ببینید عرفات هم متاسفانه دو دوزه بازی میکرد دیگه، هم چریکای فدایی خلق رو میبرد اونجا تمرین میداد، هم با مجاهدین تماس چیز داشت، هم با چمران به یک روایتی تماس داشت، هم با آیت الله خمینی رابطه داشت. 15,000 دلار هم اگه شاه بهش میداد چکار میگرفت نقدش میکرد و یا اخی هم میگفت. آقای دکتر، من شنیدم شاه به حافظ اسد هم کمک مالی کرده. اون من نشدم، نمیدونم اصلا. در این که به موسی سعد کمک میکرد در یک مقطعی، در اون به نظر من شکی نیست. در یک مقطعی این که کی قطع میشه اون کمک، یک کمی بحث از سرش، ولی در این که کمک میکرد به نظر من شکی نیست. به هر حال میدونید این دوباره در جمهوری اسلامی خیلی چیز میکنن که ما نمیدونم بعد استراتژیکمون اضافه کردیم، فلان کردیم، بیسار کردیم. همه این کارا به یک روایتی در دوران شاه هم میشد، فقط الان نیست که اینا آقای سلیمانی رو میفرستن عراق. مثلا دوران شاه هم ایران سپاه فرستاد تو عراق. بین 71 تا 75 به مدیریت شاه، به ابتکار شاه کودتا میخواستم. بله؟ کودتا میخواستم بکنم. کودتا که میخواستم بکنم. سامری فاجعه آمیز بود، برای اینکه اون کسی که میخواستم باش کودتا بکنن و سواک بهش اعتماد کرده بود آدم دو طرفه عراقی ها بود، از روز اول به عراقی ها گفته بود. ولی سوای اون کودتا شاه میاد به آمریکایی‌ها میگه که به آمریکا و انگلیس میگه که عراق داره میره طرف روسا و روسا در افغانستان هم چه بسا برنامه دارن و اینا دارن گازنبوری میان به طرف ایران و خلیج فارس، ما باید اینجا رو هر دو جا رو در مقابله باش بکنیم. تو عراق اینا دارن، شاه میگه، همه اینا تو اسناد هست، شاه میگه که روسا دارن یه وحدت ایجاد میکنن بین کردا و حزب کمونیست عراق و بس، و اگر این وحدت ایجاد بشه هدف بعدی ایران خواهد بود، ما باید این وحدت رو بشکنیم، بیایم کمک کنیم به کردا.
آمریکایی‌ها در آغاز اصلا چیز میکنن کیسینجر رو، اینا میگن نه این بار درگیر با روسا میکنه، وارد خطر جنگ میشه، شاه پافشاری میکنه و شروع میکنن میلیون ها دلار در اون زمان کمک کردن به کردها از طریق ایران. و میدونید آغاز مداخله ایران، و در یه مقطعی ایران نیرو میفرسته در عراق به کردستان برای اینکه به پیشمرگاه کمک بکنه. بعدم البته شاه وقتی به نتیجه رسید که دیگه به نفعش نیست، یه دفعه کمک رو قطع کرد و کردا فکر کردن که از پشت خنجر خوردن. آقای دکتر، این درسته که شاه ارتش یا دست کم سلاح‌هایی برای زیادباره فرستاد سومالی شاخ افریقا از مراکش تو ایران اواخر سلطنتش؟ نه خیلی، خیلی زودتر از اون ایران مستشار فرستاد به مراکش برای کمک به پادشاه مراکش، پول داد، کمک های مالی کرد. یعنی دوباره این ادعا که ما الان در لبنان هستیم و این به خاطر بعد استراتژیک و پیروزی انقلابه، نه، ایران 20 سال قبل از انقلاب در لبنان نقش بسیار بسیار مهمی داشت، در منطقه نقش بسیار مهمی داشت. ایران 1975 به طور اثرآمدن شمسی نیروی فائق خلیج فارس بود. اصلا کی جرأت داشت 1975 با ایران مناظر؟ این کشورهایی که الان قطبای اقتصادی شدن، امارات متحده، قطر، کویت، بحرین، اینا مگه در 1975 نه میلشو داشتن نه فکر میکردن که توانشو دارن که با ایران مقابله بکنن؟ الان هر کدومشون یه قطب اقتصادی شدن، چندین صد میلیارد دلار تو حسابشون پول هست، پول ذخیره، و هر روز شاخشونه میکشن. و همین خود اینا تاریخ رو که به روایت خودشون مینویسن، متاسفانه بخت گذشته رو به شکل خیلی معیوب و مخدوشی مینویسن. آقای دکتر، این درباره مرگ دکتر آموزگار هیچ سرصدایی نشد تو دنیا، در حالی که درباره پرز ملاحظه میکنین که همه سران کشورها دارن میرن اسرائیل. حالا اینکه شرایط فرق میکرد و شخصیت ها فرق میکردن بماند، ولی آیا این درسته که آموزگار زمینه های انقلاب رو در ایران فراهم کرد؟ چون مدت ها بود میگفتن که آموزگار حقوق آخونده رو قطع کرد. بله، اینو من شنیدم. من اصلا خیلی بعید میدونم، من اصلا هرگز این تئوری رو متاسفانه یا خوشبختانه به جد نگرفتم. اولا آخونده های طرفدار آقای خمینی از اوقاف پول نمی گرفتن، اونا از بازار پول می گرفتن، و این تئوری به نظر من خیلی محلی از اعراب نداره. آقای آموزگار متاسفانه در این مورد سکوت کرد تقریبا 30 چند سال. من 2-3 بار سعی کردم باش مصاحبه بکنم از طرق مختلف، هم از طریق برادرشون که واقعا اقتصاددان برجسته است، شخص بسیار محترمی است، هم از طریق آقای دکتر قریشی که دوست نزدیکشون بود، و جوابش هر 2-3 بار به من یکی بود. میگفت صحبت کردن در اون مورد، در مورد اون دوران توف سربالاست، تقریبا این عبارتی است که به کار بود. و من در آخرین باری که پیغام برش فرستم گفتم واقعا خاطرات شما، تجربیات شما بخشی از تاریخ ایرانه و حیفه و دریغه که یک بار در مورد این مسئله حقوق آخونده یک مطلبی نوشت. بله، چند ساعت بیشتر نبود، چند ساعت بیشتر نبود، و به نظر من واقعا در شأنش نبود که چنین چیزی بنویسه، برای اینکه یه چیز خیلی پذیرشش به گمان من خیلی به قول آخونده شاز بود که کاخ سفید باعث انقلاب شد، چون کاخ سفید بود که به آخونده پول میداد، اونا پولا رو قطع کردن و اونا به همین خاطر به انقلاب پیوستن. در این که
دولت آمریکا در تمام سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تلاش مستمر داشت که نیروهای اسلامی رو در خاورمیانه تقویت بکنه. فقط هم در ایران نبود، در ایران که قطعا شاه این کار کرد، آمریکا هم پشتش بود، ولی در جاهای دیگه هم این کار کردن، از مصر بگیرید تا دیگر جاها. اینا همش ادعا میکنن که در مخالفت با داعش، میگن آمریکا داعش رو ایجاد کرد. نقش آمریکا در کمک رسوندن به نیروهای رادیکال اسلامی دیگه از اخوان المسلمین در مصر بگیرین تا خود نیروهای اسلامی در ایران، نقش بسیار مهم بود. برای اینکه فکر آمریکا فکر میکرد مسلمان ها نقش مهمی دارن در مقابله با کمونیسم که خطر عمده است. آقای آموزگار، خب هیچ چیزی کمکی به فهم این دوران نکرد متاسفانه، و سکوتش هم، سکوت جهانی در قیاس با پرنس، خب به نظر من یعنی قیاس بین آموزگار و پرنس قیاس ملفارقه. پرنس یکی از بنیانگذارانه، واقعا پرنس در کنار بنگوریان یکی از بنیانگذاران اسرائیله. و به قول یک مفسری آقای شای فلدمن که استاد دانشگاه برندایس هست، یه مقاله درخشانی در مورد زندگی پرنس نوشته بود، همین امروز میخوندمش، میگه این تنها کسی است که هم بنیانگذار یک کشور بوده و هم 60 سال بعد رئیس جمهورش مونده. یعنی 60 سال تقریبا پرنس در کانون تحولات اسرائیل بوده، در ایجاد ارتش اسرائیل نقش اساسی داشته، معمار اصلی برنامه اتمی اسرائیل بوده و بعد معمار اصلی تلاش صلح اسرائیل بوده. شما نگاه بکنید نقش کلیش رو، جهان به همین خاطر همه روبش میکنن. آقای آموزگار به دوران یک ساله تقریبا، یک سال خورده ای نخست وزیر بودن. امید من این بود که و هست که جهان بیشتر بهش توجه بکنه، نه فقط به اون، به همه مسائل ایران توجه بکنه. ولی قیاس این دو هم یک کمی قیاس بله. آقای دکتر میلانی بفرمایید که از دانشگاه چه خبر؟ فعالیت‌های فرهنگی. اولا پریروز یک سخنرانی بسیار بسیار درخشان اینجا داشتیم از یک استاد دانشگاه جورج تاون به اسم آقای دکتر فتحعلی مقدم که استاد روانشناسی هستن. یک کتاب خیلی خیلی درخشانی دارن در مورد روانشناسی دموکراسی، و این از همین امیدوارم اواسط هفته آینده ما نوارش رو بذاریم تو سایت ما. من واقعا توصیه میکنم، به انگلیسی البته، ولی توصیه میکنم دوستان بخونن. خیلی صحبت بسیار بسیار هم مرتبطی بود هم به وضع ایران و اینکه دموکراسی چه چیزهایی لازم داره. در همین هفته در سه‌شنبه و پنج‌شنبه ما دو فیلم نشون خواهیم داد. یکیش فیلم آقای میر طهماسب به در مورد اون کشف صدای عبدالقادر مراغه‌ای که با کمک همایون شجریان و استاد شجریان اینها این کارو کردن، ما فیلمشون نشون خواهیم داد. و آقای میر طهماسب هم در مورد چیزش کشف صداش، بله، رفتن در واقع صدا و ادوات موسیقی اون رو بازیافتن. چجوری ممکنه آقای دکتر صداش؟ خب یک تحقیق درخشان 10 ساله کردن آقای درویشی. بله، یه دفعه هم آمده بود برای شما سخنرانی کرد آقای درویشی، آمدن صحبت کردن. در واقع محقق اصلیش درویشی بود، بعد یه گروه موسیقیدان درخشان 10 سال اینا کار کردن تو ایران بدون حمایت رسمی. اگر مخالفت رسمی نبود، حمایت رسمی هم نبود. ببینند این عبدالقادر مراغه‌ای که اینقدر نقش مهمی در موسیقی ایران، موسیقی عثمانی داره، کی بوده؟ ادواتی که استفاده میکرده چیه؟ یادداشتهایی ازش پیدا کردن، بعد با کمک همایون شجریان و استاد شجریان سعی کردن اون صداهایی که او ایجاد میکرد در اون زمان با کمک ادواتی که سعی کردن شبیه به ادوات اون بسازن بازآفرینی کنن. فیلمش واقعا درخشانه.
بعد روز بعدش، یعنی اول فیلم آقای پناهی رو نشون خواهیم داد، فیلمش که این فیلم نیست، و بعد از نشون دادن فیلم با آقای پناهی از طریق اسکایپ صحبت میکنیم. جعفر پناهی، بله، واقعا او هم یکی از شخصیت های بسیار بسیار نادر و ستودنی روزگار، که گاه با سکوتش گاه با فیلمش خبرساز میشه و خبر خوب نشون دهنده یک ایرانی، ایران متفاوتی از ایران احمدی نژاد. آقای دکتر راسی، راجع به احمدی نژاد گفتین، یک گزارشی خواندم مبنی بر این که یک نماینده مجلس، بهروز بنیادی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، گفته تخلف شخص احمدی نژاد، یعنی ضرر مالی اشتباهات شخص احمدی نژاد برای ایران 12,000 میلیارد تومان بوده. 12,000 میلیارد تومان. بله. و یه نماینده مجلس یکی دیگه، آقای صادقی، گفته است که احمدی نژاد محکومیت قطعی 12,000 میلیاردی دارد. بله. اینها البته اینا گفتن، نماینده اینا گفتن، اولا من صحتشو نمیدونم، و اینکه اینا بعد از شما تا سند نداشته باشید. بله، خب میگن دیگه، هر چیزی دلشون بخواد میگن. بله. و اونم بعد از اون میگن که آقای خامنه ای یه تنه تصدیش کرده. واقعا برای من، میدونید، شما بهتر از هر کسی میدونید، بینندگان برنامه شما حتما میدونن که من فهم کنم این شخص یکی از مضرترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران بوده، یکی از دزدترین کابینه های تاریخ ایران رو داشته، یکی از بیکفایت ترین کابینه ها رو داشته، ولی با این حال آقای خامنه‌ای نمیتونه یه نفره تصمیم بگیره که این میتونه در انتخابات شرکت بکنه یا نه. یه پروسه قانونی داره مملکت، یه پروسه قانونی داره. میخواید ازش رد صلاحیت بکنید، بذارید بیاد رد صلاحیت بشه. این که من در گوشش خصوصی گفتم، بعد اون بگی که نخیر خصوصی نگفتن، بعد شما در مراسم جنتی گفته بگید که نخیر من گفتم، جنتی گفته کار خیلی خوبی کرده رهبر. خب جنتی واضح میگه، ولی جنتی اگر مدافع قانونه باید میگفت که اگر آقایشون میامد به لحاظ سوابقی که داشت قاعدتا رد صلاحیت نمیشد، ولی یه نفر حق نداره تعیین تکلیف بکنه. اصلا تمام قانون، نظام قانونی همینه. و میدونید آقای دکتر، یکی از آخونده ببخشید اخیراً گفت ما داشتیم میرفتیم با گرگ‌های گرسنه روبرو شدیم، به آنها گفتیم ما زوار امام حسینیم، تا اینو گفتیم فوراً گرگا وایسادن بین خودشون هلهله کردن و بعد رفتن. این توی چیز گفته تلویزیون، در چنین کشوری دیگه آقای دکتر معلومه. خب بله، این نظر یک اقلیتی است در ایران. بگوان ایران، یعنی بحرانی هم که رژیم داره، یعنی که این صحبت ها و حرفایی که خود احمدی نژاد میزد در مورد نمیدونم از جمکران بگیریم، احمدی نژادی که میگه توی اومد در سازمان ملل حاله نور گرفته شو، یک امداد غیبی شد، همه چشا بسته شد، همه منتظر. خب این خزعبلات رو میگم، ولی کسی به جد نمیگیره. ایران به گمان من یک اکثریتی از جامعه، یک اکثریت عظیمی از جامعه دیگه این حرفا رو بر نمیتابه، هلهله گرگ رو بر نمیتابه. اگه بخوام ببینن گرگ چه رفتار میکنه از طریق آخوند محل نمیفهمن، میرن تو گوگل و سلوک گرگ رو میفهمن و اونجاست که دانش پیدا میکنن. بحران این رژیم هم اینه که از یه طرفی میخواد این حرفا رو بزنه بعضی از آخونداش، ولی از یه طرفی با یه جامعه روبروست که این حرفا رو پشت سر گذاشته. از یه طرفی 65% فارغ التحصیلای مملکت زنای مملکت هستن،
از یه طرفی هر جلسه ای از رؤسای مملکت ببینی یک خانم توش نیست. جلسه من میدیدم هیئت رؤسا، هیئت های رئیسه گروه های اصلاح طلب رفتن با آقای رفسنجانی دیدار کردن. اصلاح طلب ها یه خانم توشون نیست. چطور میشه تو مملکتی که 65% فوق تحصیلاتون بهترین دانشجوهاتون زن ها هستن، بعضی از بهترین کارگردان ها، بهترین شعرا، نویسنده ها، ناشرین، مهندسین، بهترین ریاضیاتدان دنیا زن، حقوق بشر نوبلش رو یه زن ایرانی گرفته و بهترین ریاضیدان اروپا یه زن ایرانیه. توی چنین شرایطی یه خانم اصلاح طلب نبود که با آقای رفسنجانی دیدار کنه. یه خانم اصلاح طلب نیست که در این هیئت هایی که هر هفته عکسش نشون میدن با آقای خامنه‌ای دیدار میکنن یا با آقای روحانی دیدار میکنن. روحانی حالا گاهی سعی میکنه یکی دو تا خانم بیاره اونجا نشون بده که خانم‌ها هستن. خب واضحه که این جامعه ای که اون همه تحصیل کرده توش هست و این ادعای رهبریش اینا میکنن قابل دوام به این شکل نیست دیگه. اون هلهله گرگ و یا چیزایی که در مورد خود احمدی نژاد در مورد جمکران گفت یا بعضی دیگه از چیزا میگم، من رفتم تو سایت جمکران، بعضی از داستانایی که در مورد جمکران نوشتن تو خود سایت با چندین صد میلیون دلار بودجه مملکت اون سایت رو درست کردن، برید ببینید اونجا چی میگه. آیا که این درسته که هویدا دستور داده بود جاده جمکران رو بسازن؟ والا من متاسفانه یا خوشبختانه باید بگم که دایی من ادعا بله. من خوندم اینو بله. آقای شادمان بله. من یکی از داییام اسم ایشون و خیابان محله ما بود بله. روبرو پپسیکولای تهران بله. ولی یه خیابان دیگه هم بود که خیاب نزدیک شمیران سابق بود، شادمان بود که خونه ما هم اونجا نزدیک اونجا بود، بعد خونه تبدیل شد به مدرسه و به زور یکی از صاحبان قدرت، حالا اسمشو نمیگم، ولی یکی از کسانی که میلیونر شد در نتیجه این دوران، اومدن خونه رو به زور از دایم خریدن و این چون حیات خیلی گنده‌ای داشت می‌خواستن بساز و بفروشی کنن، ولی مدرسه بود هنوز نتونستن ملاخورش بکنن. آیا دکتر حالا واقعیت داره؟ داییتون گفته بودن اینه براتون؟ نوشته یه جایی من بله نخوندم اونو بله تو برنامه من... اجرا کردم بله بله نمیدونم بله من این که واقعا ولی در این که در اون زمان یعنی قبل از احمدی نژاد شما آیا مکارم شیرازی رو بخونید؟ من تیکه از ایشون میخوندم، میگفت قبل از انقلاب این یه مسجد مخروبه‌ای بود، دو تا اتاق داشت، ما گاهی میرفتیم اونجا شبای جمعه نماز میخوندیم برمیگشتیم. و بعد اشاره میکنه که آقای خامنه‌ای هم گاهی در این جلسه در این سفرها شرکت میکرد. احمدی نژاد بود که این بارگاه رو براش ساخت و تبدیلش کرد به یک داستانهای دیگری و یک مثلا یه مرکز تحقیقات درست کردن که تمام احادیث مربوط به جمکران رو جمع کردن و ازش تبدیلش کردن به اون چی که الان از قبلش وجود داشت. من اتفاقا در مورد جمکران 30 سال پیش تقریبا توی کتابی نوشتم، برای اینکه داشتم سفر میکردم با دوستم تو ایران، دیدم در راه یک جمعیتی هست و وایسادیم جمکران و اتفاقا شب تولد امام زمان بود و یه تعداد زیادی بودن و من هرگز اسم اونجا نشنیده بودم و ملت خیلی با دیده تمسخر به من گفتن، اونایی که اونجا بودن البته، که بله اینجا مسجد است و حدیث است که از اینجا امام زمان در خواهد آمد. البته حدیث های دیگه هم هست که میگن از سامره در خواهد آمد، حدیث های دیگه هست که میگن از مکه در خواهد آمد. خلاصی بیشتر مکه رو میگن. بله
بیشتر مکه رو میگن. بله مکه رو بیشتر میگن و سامره. بعد منتها یه دم هستن که اینا رو میگن دیگه. بعد حدیثایی درست کردن که میگه که وقتی جمکران تبدیل به یه مسجد درست حسابی بشه، اون وقت قم مرکز جهان خواهد شد و اسلام در جهان پیروز خواهد شد. یکی از احادیثی است که توی همین سایت های وابسته به اون آدم میخونه و شگفت زده میشه. و میگن همه اینا رو حضرت علی پیش بینی کرده. حضرت علی که هرگز در زندگی ادعای معجزه نداشت، به معجزه از محل سکونتشون در مدینه یا گفته که در یه جایی در نزدیک قم یه مسجدی خواهد شد، ایجاد خواهد شد و از اونجا امام 11 هم در خواهد آمد و اون وقت قم. یه چیزهایی واقعا عجیب غریبی که بر اساس اون این مسجد رو و این بارگاه رو ایجاد کرده. اینه فرموده یکی از پادشاهان ایران یادم نیست کی بوده، برای قاضی قم یک نامه نوشته بوده که خلاص نامه عزلش بوده، منتها به عربی نوشته، گفته ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم. ای قاضی که ما در قم هستیم، ما تو را عزل کردیم، بلند شو، بلند شو، فقم، عقد کردیم برو. بله من برای همیهنانی که نمیدونستن عرض کردم. نه خیر حتما، ما هم خیلی. بله آقای دکتر، مطلب زیاد هست. مطلب دیگه که در مورد دانشگاه یادمون رفته من عرض بکنم در مورد همین طربنامه است، نمایش آقای بیضایی بخش دومش انجام شد. نه خیر، نه خیر، خوشبختانه هنوز مونده. اکتبر 21 و 22 و 23 28 و 30 این اجراهاشه و اون استنفورد تیکت آفیس tickets.stanford.edu اون رو اجرا خواهند کرد. این برنامه هم که الان میبینید اکتبر 12 ما از آقای بیضایی خواهش کردیم که سخنرانی بکنم در مورد ریشه های تاریخی تئاتر طربنامه، تئاتر تخت حوزی و یک مقدمه هم بگن که در واقع خلاصه بخش یکش باشه، بخش دوش در این روزها خواهد بود و اگر دوستان مایلن که ببینن توصیه من این است که بلیط رو هرچی زودتر چیز کنم، برای اینکه حداقل یکیش تقریبا یکی از اجراها کاملا به فروش رفته تقریبا و بقیه هم خیلی تعداد کسانی که لطف کردن از پیش بلیط رو خریدن خیلی قابل تحسین است. واقعا نمایش درخشانی است، نمایشی است که با آنتراکتش و دو تا آنتراکت داره. صداش الان بعدا در میاد حتما وقتی دیگران دیدند و ایرانی ها همه جا دیدن. بله ولی به هر حال یه فرصت واقعا تاریخی است. من بدون اغراق میگم فهم میکنم در مورد در تئاتر ایران یک از لحظه های تاریخی است که یک کسی مثل بیضایی در یک دانشگاهی مثل استنفورد با کمک 40 که خیلی هاشون حرفه‌ای نیستن ولی این دفعه حداقل 3 بازیگر خیلی حرفه‌ای داریم خواهیم داشت. یکی خانم مجده شمسایی، همسرشون افشین هاشمی و خانم شبنم طلویی. یعنی اگر شما بخواید 3 از بهترین بازیگران تئاتر امروز ایران رو در نظر بگیرید، این 3 به نظر من جزو اون حتما لیست خواهند بود. یه تعداد این خانومی که الان نشون دادن، متین نصیری ها نقش مبارک رو بازی میکنه، سیار رو بازی میکنه، واقعا درخشان. بازیگران دیگر هم هر کدومشون، اونهایی که نیمه حرفه‌ای بودن بازی بسیار درخشانی میکنن، اونهایی که کاملا تازه بودن. در نتیجه الان نزدیک 1 یه سال و نیمه ما در دانشگاه برای اینها ورکشاپ گذاشتیم و آقای بیضایی لطف کردن و اینها رو تمرین دادن و ازشون یک گروه حرفه‌ای ایجاد کردن. 40 که دارن نزدیک 1
یه سال و نیم برای دو تا بخش تمرین میکنن و میزان کاری که خود آقای بیضایی میکنه برای آماده کردن این افراد و برای آماده کردن متن واقعا حماسیه. یعنی من چون از نزدیک باش کار میکنم، یعنی روزی 10-12 ساعت الان یک سال و نیمه. واقعا چه شانسی آورد. ما هم شانس آوردیم. خب ما هم شانس آوردیم. نه واقعا میگم، یعنی حتما برای آقای بیضایی امیدوارم، چون میدونم گفته که خیلی فرصت خوبی بود که من در هیچ جایی بتونم کارمو انجام بدم، ولی هم برای ایشون فرصت خوبی است، هم برای ما مایه افتخاری است که یک کسی مثل اون رو بتونیم در دانشگاه امکان کار براش ایجاد بکنیم و امکان اجرای برنامه هایی که به قول خودش هرگز فکر نمی کردیم. ما الان سه تا نمایش ازش بردیم رو صحنه. ببین اینا الان شاید در موردش بحث خیلی چیز نشه، ولی تردید ندارم اینا در تاریخ خواهد موند. سه تا نمایش بهرام بیضایی که بهترین نمایشنامه نویس امروز ایرانه و شاید هرگز در ایران، من که نمیشناسم نمایشنامه نویسی بهتر از بهرام بیضایی، سه تا نمایشی که هرگز اجرا نشده بوده و سه نوع کاملا متفاوته، یعنی نمایش جانا و بلادورش که سایه بازی بود، نمایش اردویرافش که یه نمایش درخشان در مورد رفتن به اون جهان بود و این نمایشش که تخت حوزی است. ایران باستانیه این؟ این با ایران باستانی است. این سه تا نمایش هر کدوم یک ژانر تازه اجرا نشده برای بیضایی ما الان بردیم رو صحنه. خب برای ما واضحه که مایه افتخاره. آقای دکتر میلانی عزیز، در پایان، چون برنامه اون دوره پایان پیدا میکنه، در پایان یادم رفت بپرسم ازتون که آقای شایگان در قید حیاتند، آقای شادمان متاسفانه فوت کردن. ایشون شهردار تهران هم بودن، مثل این که یه مدتی شهردار بود، بله. مدتی وزیر مشاور بود، بله بله. معاون نخست وزیر بود، یه مدتی هم رئیس فدراسیون بسکتبال بود و در تیم بسکتبال ایران در المپیک 48 شرکت کرد. قدشون هم بلند بود. خیلی بله، قدش خیلی بلند بود. بله. خب خیلی ممنون آقای دکتر. ببخشید. می‌خواستین یه چیزی بفرمایید؟ نه خیر. گفتم فوت کردم متأسفانه. خیلی متشکرم. خدا بیامرزش. شب روز شما خوش آقای دکتر، تا برنامه آینده. ممنونم ازتون و از همیهنانی که به این برنامه لطف و توجه دارن. از آقای بهروز خانم تشکر میکنم، کارگردان برنامه. شب روزتون خوش.